کانال آنالیزگر خوش اومدین. لطفا سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید. علیرضا داوود نژاد، پدر مرحوم رضا داوود نژاد، با انتشار ویدئویی از عروس خود، غزل بدیعی که سالها با عشق از رضا پرستاری کرد و در کنارش بود، تشکر کرد. او گفتش که غزل بدیعی اسطوره عشق و وفاداری به همسر. او مخصوصا در 10 سال بیماری رضا همچون پروانه‌ای به دور او میگشت. عروس عزیزم، تا ابد در قلب من جا داری. پرستوی صالحی با انتشار استوری از مردمی که با هنرمندان در مراسم خاکسپاری رضا داوود نژاد عکس سلفی مینداختن گله‌مند شد. اون گفتش که هنرمند متعلق به مردمه، بدون مردم هیچی نیست، ولی باید مردم دار باشه. ولی هنرمند انسان و احساس داره، خانواده داره، دوست داره. تو رو خدا در مراسم تشییع پیکر عزیزانشون نیاید سلفی بگیرید. یک لحظه خودتون رو بذارید جای آدم‌هایی که رفیق از دست دادن، عزیز از دست دادن. تصاویر سلفی گرفتن های امروز در مراسم رضا داوود نژاد عزیز تلخه، خیلی تلخه. این مصداق بارز آزار روحی و روانی است. از دست دادیم دوستای همسن و سال، از عارف شروع شد، خشایار همینطوری. به رضای داغ تموم نشدنی خیلی رفیق. غمی که خبر رفتن رضا ایجاد کرد نشون داد رضا داوود نژاد خانواده‌اش رو به تاریخ سینما ایران و به خاطره جمعی ما ها انساخ کرده. وبشر الصابرين أولئك هم المهتدون صدق الله العلي اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد. گفتگویی با مرحوم رضا داوود نژاد و همسرش رو که چندین سال پیش
با هم دیگه در مورد ازدواج و آشناییشون صحبت کرده بودن را با هم مرور میکنیم. رضا داوود نژاد گفته بود که داستان آشنایی ما برمیگردد به خواهرهای ما. چند سال پیش خواهر من زهرا خانه عسل بدیعی خواهر خانم من دعوت بود. برای اولین بار غزل را میبیند و به غزل میگوید بیا عروس ما شو. در واقع آشنایی ما به واسطه خواهرهای ما بود. غزل بدی همسرشون هم میگه که البته از وقتی که این جمله ها رد و بدل شد تا آشنایی من و رضا حدود 4 سال گذشت. رضا داوود نژاد هم گفته که بله 4 سال پیش که غزل را برای اولین بار دیدم پسندیدم. یادم میآید وقتی غزل را دیدم تمام دوروبری هایم به من گفتن غزل عمرن. مرتب به گوشم میرساندن که غزل دوست ندارد ازدواج سینمایی داشته باشد. اما خب چاره ای نبود، باید با من ازدواج میکرد. من به خاطر ازدواجم تصمیم به لاغر شدن نگرفتم. اتفاقا زمانی که من و غزل آشنا شدیم درست بیشترین وزن زندگیم را داشتم. آن موقع 187 کیلو بودم. از همه هم اعتماد به نفسم بیشتر بود. من کلن با چاقی مشکلی نداشتم. شاید دلیل بالا رفتن وزنم هم همین مسئله بود. همه فکر میکنن شاید جزء شرطهای ازدواجم پایین آوردن وزنم بود. ولی نه، بعد از دوران آشنایی و نامزدی من تصمیم گرفتم وزنم را پایین بیاورم. اتفاقا غزل شاکی بود که وزنم را پایین آوردم. به بابام میگفت رضا را به من غالب کردی. این چینیه، اونی که من دیدم چاق بود. از رضا داوود نژاد و همسرش پرسیدن که همیشه کنار مادر بزرگ و عمه و عمو بوده اید، آیا هنوز هم همان خانواده احساسی و به هم متصل هستیم که ما از بیرون میبینیم؟ رضا داوود نژاد گفته که جواب این سوال رو باید غزل بده. غزل هم گفته 100% همان صمیمیتی که دیگران تصور میکنند در خانواده رضا وجود دارد. رابطه همه اعضای خانواده با هم خیلی نزدیکتر از بقیه خانواده هاست. ما هم عمه و خاله داریم، اما به این شکل در زندگی هم سهیم نیستیم. ولی خانواده رضا خیلی عاطفی‌اند و به هم وابسته هستند. رضا داوود نژاد گفته که من از 15 سالگی هم زندگی مجردی را تجربه کردم. یعنی از خانواده هم جدا شدم. در فاصله این 5 سالی که تنها زندگی می کردم و بیشتر دوستانم در کنار من ازدواج کردن، متاسفانه بعضی ها هم طلاق گرفتن، حتی دوباره ازدواج کردن و بچه دار هم شدن. ولی من هیچ وقت ازدواج نکردم و با اینکه از خانواده هم جدا شده بودم همچنان در کنار همدیگه بودیم. مثلا من با مادر بزرگم 2 روز یک بار صحبت میکنم یا با عمه‌ام رابطه نزدیکی دارم. با پدر و مادر و خواهرم هم که خیلی بیشتر. ما هر موقع که وقت کنیم دور هم هستیم. این دور همی ها جز برنامه اصلی زندگی ماست. شب عروسی ولی گریه نکردم. غزل دور شدن از پدر و مادرش برایش آسان نبود و خیلی جای خالی پدر مادرش را احساس میکرد، اما به حد گریه و زاری نرسید. من اولین باری که خانه گرفتم از خانه پدرم وسایلم را جمع کردم و به خانه خودم بردم، این اتفاق برایم افتاد. مادر و خواهرم گریه کردند، اما فقط همان یک بار گریه کردند. چون زمانی که در خانه بودم خیلی شر بودم و همه را اذیت میکردم. بعد از رفتنم خانواده هم به آرامش رسیدن. از همسر رضا داوود نژاد پرسیدن که زندگی با رضا با آن تصوراتی که در ذهنت بود تطبیق داشت یا با آدم جدیدی روبرو شدی؟ غزل میگوید یک سری از خصوصیات رضا را میشناختم، اما خب یک سری چیزها هم هست که در زندگی مشترک با آن روبرو شدم، اما آنقدر مسئله دار نبود که جا بخورم. اگر کسی خوب زندگی کند فرقی نمی کند که سینمایی باشد یا غیر سینمایی. رضا داوود نژاد در جواب این که بدترین قسمت زندگی با یک بازیگر چیست گفته است که غزل نسبت به من خیلی آدم آرامی است.
بعضی وقتها که به صحنه می آید همه از من شکایت می کنند. همه به او می گویند غزل تو چطور با او زندگی می کنی؟ رضا آروم و قرار ندارد. من در صحنه آدم پر انرژی هستم و حتی شده که ترقه به ترکانم. بچه ها هم همیشه از شروع کاری های من شکایت دارند.